سلام، خوش اومدین به 162 شماره از روزنامه سرخابی. امشب جمعه 11 تیر ماه به رسم همیشگی خبرهای مهم روز رو کنار هم مرور میکنیم. جدال سرخابی ها در دادگاه، انتشار ویدیوی جنجالی کار دست کنعانی داد. طی روزهای گذشته ویدیویی از محمد حسین کنعانی زادگان مدافع باشگاه پرسپولیس سوار بر خودروی شخصیش منتشر شد که اون رو در حال استفاده از الفاظی نامناسب به تصویر کشید. ماجرا از این قرار بود که یکی از هواداران باشگاه استقلال پس از دیدن کنعانی زادگان در حال رانندگی تصمیم به کری خونی گرفت، اما در واکنش به این اقدام ساده مدافع سرخپوشان تهرانی الفاظی رو به زبون آورد که در نهایت منجر به شکایت رسمی استقلالی ها از کنعانی زادگان شد. به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال، انتشار این ویدیو تکدر خاطر و عصبانیت هواداران و بازیکنان آبی‌های تهرانی را در پی داشته و آنها در یک اقدام متقابل علیه مدافع پرسپولیس وارد عمل شده و دست به شکایت خواهند زد. احمد مددی مدیر عامل باشگاه استقلال هم که همواره به مصاحبه‌های تند و تیز خود معروفه، این بار به محمد حسین کنعانی زادگان تاخت و گفت: متاسفانه ادبیات استفاده شده از این بازیکن هتاک در اون کلیپ نشان دهنده مسائل زیادیه. اول اینکه برای من سواله که این بازیکن که یک سالی رو هم در استقلال بوده و نان و نمک این باشگاه رو خورده چطور انقدر راحت هتاکی میکنه؟ ضمن اینکه آیا چنین بازیکنی اصلا استحقاق پوشیدن پیراهن مقدس تیم ملی فوتبال ایران رو داره؟ نکته بعدی اینکه باشگاه استقلال روز شنبه از این بازیکن در سه نهاد کمیته اخلاق، انضباطی و دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت خواهد کرد. مطمئناً نه فقط هواداران استقلال، بلکه همه هوادارانی که حساب فحاشی رو از ورزش جدا میدونن خواهان محرومیت این بازیکن هستند. یک بازگشت تاریخی، شبی که مس طلا شد. شب گذشته و در یکی از به یاد موندنی ترین بازی‌های تاریخ لیگ برتر فوتبال ایران، مس رفسنجان موفق شد در حالی که تا دقیقه 94 از حریف خود فولاد با یک گل عقب بود، با دو گل سرنوشت‌ساز در دقایق 94 و 98 یک بازگشت رویایی و تاریخی را در وقت‌های تلف شده مسابقه رقم بزنه و نام خودش رو در کتاب رکورد‌های دیرترین و البته خاطره‌انگیزترین بازگشت‌های لیگ برتر ثبت کنه. اتفاقی که بعد از 4 شکست متوالی مس در لیگ رقم خورد و به قدری حیاتی بود که حتی منجر به گریه‌های شوق و طولانی محمد ربیعی مربی نارنجی پوشان تا یک بار دیگه زیبایی و غیر قابل پیش بینی بودن فوتبال به تصویر کشیده بشه. پیش از این هم کامبک‌های هیجان انگیزی در تاریخ لیگ به ثبت رسیده، از جمله بازگشت استقلال مقابل پرسپولیس در اسفند 83 که آبی پوشان بازی 2-1 باخته را با پیروزی 3-2 عوض کردند، یا کامبک تاریخی پرسپولیس با هتریک ایمون زاید طی 10 دقیقه در سال 90 مقابل استقلال که منجر به پیروزی 3-2 سرخ‌ها شد و حالا مس در کنار بزرگان فوتبال ایران نام خودش رو در لیست معروف‌ترین بازگشت‌های لیگ برتر برای همیشه جاودانه کرد. اعتراض گروهی آبی‌ها در فضای مجازی. کادر فنی و بازیکنان باشگاه استقلال تهران پس از جدال شب گذشته مقابل آلومینیوم اراک شدیداً از تصمیمات داوری علیه تیمشون ابراز نارضایتی کرده و در مصاحبه‌های خود هم به این موضوع اشاره نمودند. امروز دامنه این اعتراضات افزایش یافت و آبی پوشان در حرکتی هماهنگ و دست جمعی در صفحات شخصیشون در اینستاگرام کنایه‌هایی نسبت به وضع داوری لیگ زدن و اکثر اونها با انتشار پست و استوری مراتب اعتراض خود نسبت به این موضوع رو نشون دادن. در این بین محمد حسین مرادمند، محمد رشید مظاهری، سید احمد موسوی و امیر ارسلان مطهری شاخص‌ترین چهره‌های استقلالی بودند که تصمیم گرفتند تندتر از سایرین نسبت به اتفاقات داوری انتقاد خودشون رو به زبون بیارن. پاتک کوبنده سنگربان پرسپولیس به اتهام آبی‌ها. بازیکنان استقلال پس از تساوی مقابل آلومینیوم اراک استوری‌های کنایه‌آمیز و تندی خطاب به پرسپولیسی‌ها منتشر کردند و پیروزی‌های سرخپوشان تهرانی را حاصل حمایت ویژه دست‌های پشت پرده دونستند. در یکی از این استوری‌ها رشید مظاهری با کنایه به سرخ‌های پایتخت و وزیر ورزش پستی علیه پرسپولیسی‌ها منتشر کرد که با واکنش تند و شدید سنگربان پرسپولیس مواجه شد.
حامد لک طی یک استوری اینستاگرامی نوشت: در کشور ما آدم‌ها به حرفایی که می‌زنند در خلوت خودشون ایمان ندارند، اما برای اینکه قشری را خوشحال کنند صرفاً حرف می‌زنند و بعد هم می‌گویند که نان به نرخ روزخور نیستند. التماس رشید مظاهری برای پیوستن به پرسپولیس. یکی از مدیران باشگاه پرسپولیس به صحبت‌ها و اتهامات عجیب رشید مظاهری به سرخای تهرانی و مؤثر دونستن عوامل خارجی در نتایج پرسپولیس واکنشی افشاگرایانه نشون داد و نوشت: یادت رفته است که در زمان نقل و انتقالات نیم فصل التماس می‌کردی به پرسپولیس بیایی، اما حالا صحبت از وزیر و وکیل می‌کنی؟ بهتر است مثل یک جنگجوی جوانمرد مبارزه کنی. به نظر میرسه که این ادعای جنجالی باشگاه پرسپولیس در خصوص گلر باشگاه استقلال مربوط به زمانیه که رشید به شدت با محمود فکری به مشکل خورده بود و قصد داشت این تیم رو ترک کنه. هدیه 160 میلیونی هواداران به پرسپولیس. با اعلام رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس، هواداران سرخپوشان تهرانی در حمایت از تیم محبوبشون در مسیر کسب پنجمین قهرمانی پیاپی اقدام به خرید بیش از 5000 قطعه بلیت مجازی در جدال مقابل گلگهر کردند. فروش بلیت مجازی طرحیه که به پیشنهاد هواداران اجرایی شد و هدف اون حمایت از پرسپولیس در راستای حل بعضی از مشکلات مالیه. بر اساس اعلام رسمی باشگاه پرسپولیس، در جدال روز گذشته سرخپوشان از همین طریق بیش از 160 میلیون تومان کسب درآمد شده. مقانلو جایگزین احتمالی سردار در زنیت. به نقل از سایت چمپیونات ازبکستان، در صورت خروج سردار آزمون از باشگاه زنیت سنت پترزبورگ، یک مهاجم ایرانی دیگه جایگزین اون خواهد شد. سران باشگاه روسی در همین راستا شهریار مقانلو، مهاجم تیم سانتا کلارای پرتغال که همکنون به صورت قرضی برای پرسپولیس توپ میزنه رو مد نظر قرار دادن. جالب این که گفته شده علاوه بر زنیت، یک تیم دیگه لیگ برتر روسیه هم به جذب مقانلو ابراز تمایل کرده. تارمی با حکم پورتو غیر قابل فروش شد. نشریه آبولای پرتغال خبر داد که باشگاه پورتو تصمیم داره سه بازیکن تیم شامل مهدی تارمی، اوریبه و مارچسین رو در لیست غیر قابل فروش ها قرار بده. به این ترتیب باشگاه رسما به پیشنهادات در خصوص این سه بازیکن پاسخی نخواهد داد. تارمی در ابتدای فصل گذشته و با قراردادی 5 ساله از ریو آوه به پورتو ملحق شد و تا کنون هم عملکرد درخشانی به همراه تیم بزرگ پرتغالی داشته. جهانبخش گزینه جدید فاینورد. در حالی که هنوز معلوم نیست علیرضا جهانبخش به حضورش در باشگاه برایتون تداوم خواهد بخشید یا خیر، این بازیکن به سوژه داغ شایعات نقل و انتقالاتی تبدیل شده. از یک سو گفته میشه باشگاه بشیکتاش قهرمان سوپرلیگ ترکیه وینگر ایرانی رو زیر نظر گرفته و از طرف دیگه هم از باشگاه فاینورد به عنوان مقصد احتمالی جهانبخش نام برده میشه. اونطور که یکی از خبرنگاران نزدیک به باشگاه فاینورد در صفحه توییترش نوشته، جدایی استیون برخویس از این باشگاه قطعیه و اون راهی آژاکس خواهد شد. به این ترتیب جهانبخش میتونه گزینه جانشینی وینگر تیم ملی هلند در فاینورد باشه. ورزشگاه میزبان بازی لبنان و ایران مشخص شد. تیم ملی لبنان یکی از رقبای تیم ملی ایران در گروه اول مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 به شمار میاد و حالا فدراسیون فوتبال لبنان اعلام کرده ورزشگاه رفیق الحریری سیدا رو برای میزبانی از مسابقات مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 2022 در نظر گرفته. بدین ترتیب شاگردان دراگان اسکوچیچ باید در تاریخ 20 آبان 1400 برای تقابل با لبنان در این ورزشگاه حضور پیدا کنند. دو رقیب تیم ملی محروم از میزبانی. روزنامه الاتحاد امارات در خبری اختصاصی اعلام کرد کنفدراسیون فوتبال آسیا از فدراسیون‌های عضو خود خواسته تا محل میزبانی خود در مرحله سوم انتخابی جام جهانی 2022 قطر را در خاک خود یا در کشور بی‌طرف اعلام کنند. الاتحاد به نقل از منابع آگاه در AFC خبر داد که تیم‌های ملی فوتبال عراق و سوریه اجازه بازی در زمین خود در مرحله سوم انتخابی جام جهانی را ندارند و باید یک زمین بی‌طرف را انتخاب کنند. به نوشته این روزنامه،
وضعیت کرونایی کشورها در میزبانی بعضی دیگر از کشورها و امکان برگزاری مسابقات در خاک اون کشورها هم تأثیر گذاره. این موضوع تا پایان ماه جولای یعنی کمتر از یک ماه دیگه مشخص خواهد شد.